بررسی شو ابرا به تاریخ 17 جون 2024. این شو با سورپرایز آغاز میشه. ست فریکن رالینز از معصومیت برمیگرد و دلیل بازگشتش رو اینطور مطرح میکنه که میخواد فقط یکی از بهترین ها نباشه، میخواد خود بهترین در تمام دوران بشه و برای محقق شدنش خواهان به دست آوردن کمربند قهرمانی سنگین وزن میشه. بعد یه نگاهی به کیف من این دوانک میندازه و از اونجایی که کامل با این کیف آشنایت داره فکر میکنه سریع ترین راه برای اینکه تایتل شات رو به دست بیاره اینه که دوباره مستر من این دوانک بشه، که دیمین پریست تا وسط عرض زدنش وارد میشه. دیمین از اینکه ست برگشت و رو به راه خوشحال میشه و اعلام میکنه که میخواسته کیفش رو روی ست کش کنه و کمربند سنگین وزن رو با پین کردن ست به دست بیاره، ولی خب قسمت چیز دیگه ای بود و الان دیگه دوره یه مندی نایت رالینز تموم شد و دوره اینه که همه برای ال کامپیون به پا میخیزن. ست اشاره میکنه که دیمین توی کلش آف دی کسل یه پاشو به چوخ داد، پس بهتره که زیاد سون نره و به شباهتاشو میپردازه که هر دو از طریق گروهی مطرح شدن، جاجمنت دی و شیلد. هر دو مستر مانیندبن شدن و هر دو توی رسلمنیا کیف رو کش کردن، اما یه تفاوت وجود داره و اونم اینه که دیمین ست نیست، به گرد پاشم نمیرسه و سوال به وجود اومده دیمین میخواد چجور قهرمانی باشه؟ میخواد که یکی از بهترین ها در تمام دوران باشه یا فقط یک کسی که توی پاورقی جاجمنت دی بوده؟ دیمین متوجه است که چرا ست چه این سوالی میپرسه و براش یادآوری میکنه که وقتی این کمربند دست ست بود اولین چلنجرش کی بود؟ دیمین پریست. دیمین اعتراف میکنه که اون زمان ست تونست دیمین رو شکست بده چون بهتر از دیمین بوده، اما زمونه عوض شده و اینجا توی این شو نیومده که بخاطر اینکه توی کلش آف دی کسل نزدیک بود پاشو از دست بده بکشه کنار رو تایتل رو واگذار کنه، نه از این خبرها نیست. و ست میگه که نیازی نیست ست توی مان این دونک لدر مچ حاضر باشه چون مستقیم تایتل شات رو داره. ست اولش خوشحال میشه اما بعدش فکر میکنه کاسه زیر نیم کاسه است و قرار اعضای جاجمنت دی بریزن سرش، که دیمین این موضوع رو رد میکنه و میگه که اونا اصلا توی جریان کاراش نیستن. ست هم یه دوتا چارتا میکنه و میگه تموم، اولین مسابقه مان این دونک 2024 ثبت شد. توی بک استیج آلفا آکادمی رو داریم که میان پیش آدم پیرس و چد از آدم میخواد که دوباره براش مسابقه با سمی زین ثبت کنه، اما آدم میگه که بعد این همه فرصت دادن نیازه که چد بره ته صف و خودش فرصت رو به دست بیاره، که چد هم میپذیره. آدم با مالیدن دستاش حریفی رو برای چد که به خواستش برسه در نظر میگیره. اولی مسابقه شو آغاز میشه، چد گیبل در مقابل یک حرامزاده بزرگ بران استرومن. توی این مسابقه بران خوشک به چت تجاوز میکنه و سرش داد میزنه و میگه که از بولی شدن مردم متنفره. بران چت رو تبدیل به بادبادک میکنه و قطارش رو میزنه تو برق و میدوه که توی این مسیر چت آکیرا رو میندازه وسط، که بران آکیرا رو پرت میکنه تو بغل چت گیبل، بعد برش میگردونه به رینگ و ساده با یه پاور اسلم کارو تموم و برنده مسابقه معرفی میشه. آیا بران یه قدم به کمربند اینترکانتیننتال نزدیک شد؟ بعد مچ استاد گیبل خودشیفته از اعضای گروهش میخواد که توی رینگ حاضر بشن و بچه ها میان و چاد گوشه آکیرا تازوها رو میپیچونه که مکسین بار دیگه خودش رو سپر بلا میکنه، اما چاد عصا رو از دست مکسین میگیره و ازش میخواد که بره. بعد میاد سر وقت آکیرا و آکیرا با یه چک از دنیا لفت میده که اوتیس خونش به جوش میاد و بالاخره میزنه زیر وسط چت گیبل، اما بهش تجاوزی نمیکنه و با بچه ها چت گیبل رو ترک میکنن و میرن. به نظر بالاخره پایان آلفا آکادمی بدون چت گیبل رقم خورد. حالا شاید پیش خودت فکر کنی چه بلای سر این به ظاهر سه لوزر میاد، عملا کاری جز باخت توی کریرشون انجام ندادن، راه نجاتشون چیه؟ اینکه بیان با چت گیبل فیود تولید کنن؟ نه،
خب نگران نباشید، تا ایدهای میلیون دلاریم هست میتونیم حداقل توی تصوراتمون تاثیر جالبتری خلق کنیم. اگه من قرار بود روی اینا کار کنم، یه مدت کوتاهی کلن از شوها خطش رو میزدم، بعد کم کم مکسین رو مطرح میکردم که آکیرا و اوتیس این بار پادوهای مکسین شدن، با این تفاوت که مکسین باشون خوب رفتار میکنه و یه هدف داره، تایتل زنان، که با خوب رفتار کردنش با زیر دستاش میتونه به هدفش برسه، یعنی با کمک این دوتا مرد قهرمان بشه تا بوشکنی کنن و ما حداقل یک بار مکسین رو به عنوان قهرمان و کارمند زنان ببینیم. کلن جرنیش اینطوری باشه که میشه کارها رو با رفتار خوب هم انجام داد، نیازی به بولی کردن زیر دستیان نیست. توی این مسیر آکیرا و اوتیس رو هم میداختم تو مسیر کارمندان تکتیم و همین، بعد اتمام این سناریوها اخراجشون میکردم. وقتی این تابو شکسته بشه، یعنی مردا به زنا برای به دست آوردن عنوان قهرمانی کمک کنن، این گروه الفا آکادمی توی تاریخ کاری بیشتر از این که فقط یه تایمی قهرمان بودن انجام میدن. حقیقتا اداره داری، بعد ویدیوها به زور به 10K ویو میرسن. تیو اک سج جاجمنت دی رو نشون میدن که دام داره دنبال یه چی میگرده و دیمین از فین میپرسه که داستان چیه، چرا کلید هتل لیو رو برداشته. فین هم میگه که برای حفاظت از دام این کارو کرده و کلید رو انداخته تو سل آشغال، یعنی به عبارتی فین نرفته هتل لیو. به هر حال دیمین از این موضوع گذر میکنه و بر این باوره که فین بلر کیف مانیندوانک رو میبره و ازش میپرسه که میخواد کیف رو روی کی کش کنه، که فین تو حالت سورپرایزی کودی رودز رو انتخاب میکنه. بعد دیمین از دام میپرسه دنبال چیه، که دام هم میگه جلیقش رو نمیتونه پیدا کنه، که کارلیتوی دنزرویس میگه نکنه توی هتل لیو جاش گذاشتی. دومین مسابقه، مسابقه تریپل ترت کوالیفای برای مان این دی بنک لدر مچ زنان در نظر گرفته میشه. ایو اسکای در مقابل کیانا جیمز، در مقابل زلینا وگا. توی این مسابقه خوب با روندی برابر روبرو میشیم که کیانا جیمز با کوندن ایو به گوشه رینگ و اجرای اسپیرو پاور بامپ به زلینا وگا به پیروزی نزدیک میشه، اما ایو اجازه نمیده. بعد از زد و خورد زلینا وگا موفق میشه به ایو اسکای که داشت برای مونسال آماده میشد 619 بزنه و در جا کدرد اجرا میکنه، کاور کیانا کاور رو به هم میزنه. زلینا با اجرای جابریکر و رامپ هاوس کیک به روی کیانا میاد تا از اپرون حرکتی بزنه که سر و کله لیو مورگان با جلیقه دام پیدا میشه. حواس زلینا پرت لیو میشه و این فرصت برای کیانا وجود میاد تا زلینا رو از رینگ خارج کنه، اما ایو در جا با میدیورا میاد تو حلق کیانا و ساده با اجرای مونسالت کیانا رو پین میکنه و صلاحیت حضور در مسابقه مان این دی بنک رو به دست میاره. دامینیک میستریو جادجمنت دی. سامی زین وارد میشه و عملا کار خودش رو با چد گیبل تموم شده میدونه و حریف جدید میطلبه که سگ دنیای کشتیکش بران بریکر وارد میشه و خواهان کمربند اینترکانتیننتال میشه که آقای بنگر شیمس وارد میشه. شیمس اشاره میکنه که 5 سال چشمش دنبال کارمند اینترکانتیننتال و از سمی میخواد که باش مسابقه بده، که صدای بران در میاد و میگه مشتی، ما اینجا برگ چغندر که نیستیم، هستیم. برای هیچ کس مهم نیست که توی لیست دستاورد یکی رو به دست نیاوردی. میگیری چی میگم؟ خوب میدونی اگه بیای سر رام چه بلایی سرت میاد. شیمس در جواب میگه میخوای مثلا چی کار کنی؟ اسمامو به لیست احمقانت اضافه کنی؟ بذار یه چیزی رو بهت بتپونم، جوجه. متوجهم تازه واردی، کلت بو قرمه سبزی میده، ولی جوجه ای سیست به این کارمند نمیخوره. پس چطوره خودت با زبون خوش بری تای صف، یا مجبورت کنم بری تای صف مستر برکر؟
سمی زین این وسط آتیش بیار معرکه میشه و میره تا با آدام پیرس حرف بزنه که همین امشب این دوتا با هم مسابقه بدن. Fight it out right here later tonight. یه بک استیج با آلوا و آیلا صحبت میشه که شینا و زوی به کادر دوربین دخول میکنن و به نظر این دو رو سر کارمندان تگ تیم زنان در مانیندوان که بیشرو چالنج کردن. مسابقه تک به تک بین دراگون لی در مقابل کارلیتو برگزار میشه که توی این مسابقه دراگون لی موفق میشه دابل فوت استامپ و سیت اوت پاور بامپ بزنه که کارلیتو به این سادگی تسلیم دراگون نمیشه که یه دفعه سر و کله لی ورگان پیدا میشه. دام از لیف میخواد که جلیقش رو پس بده. لیف هم نزدیک و نزدیکتر میشه که زلینا وگا از پشت به لیف حمله میکنه و یه درگیری بین تیما خارج از رینگ تولید میشه. حواس داور پرت این داستان میشه زمانی که دراگون میره روی تنابای رینگ. جی دی مکدونا از فرصت استفاده میکنه و میکشه زیر وسط دراگون لی. کار کارلیتو راحت میشه و اجای فقط یه بک سبر دراگون رو شکست میده و برنده مسابقه معرفیم. الفا آکادمی رو نشون میدن که اوتیس داره وسایلش رو جمع میکنه. چد گبل میاد بالا سرش رو غور میزن و اوتیس میگه که دارن میرن و تمام شد دیگه. چد هم تا حدودی منتقلش رو میکنه و میخواد که با برنده شدن کیف من این دبنگ بره سر وقت کارمندای اصلی کمپانی. رو مکینتایر وارد میشه و نشون میدن که بعد مسابقهش توی کلش از کسل قاطی کرد و با عوامل دست به یقه شد و فشکششون کرده. رو وسط رینگ وای میسته که دماشاچیان نام سی ام پانک رو فریاد میزنن. رو دوبار اسم سی ام پانک رو میگه و بعد میگه دیگه نمیتونم این کار رو انجام بدم. ریدم توی این کمپانی من استعفا میدم. درو میره که توی مسیرش آدام پیرس میاد تا با هم حرف بزنن اما درو تصمیمش جدیه. توی بکستیج تریپلش میاد تا با درو حرف بزنن اما درو بهش میگه شنیدم توی کنفرانس مطبوعاتی چی گفتی، از همونجا فهمیدم که دیگه اینجا جای من نیست. درو میره و آدام میفته دنبالش، ازش میخواد که توی دفترش با هم حرف بزنن اما درو به مسیرش ادامه. تریپل اچ توی کنفرانس مطبوعاتی از سی ام پانک تعریف کرده بود که به نظر به مزاج درو خوش نیومده. درو اکانتش رو توی توییتر دیاکتیف کرد و اعلام شده که توی شو اسمک داون پیش رو سی ام پانک حاضر خواهد بود. احتمالش خیلی زیاده که درو توی این شو به پانک حمله کنه یا پانک حرفایی بزنه که درو تحریک بشه تا تو شوهای بعدی بیاد و دهنش رو سرویس کنه. به هر حال شاهد یه فیود جذاب بین این دو کشتیگیر هستیم. مسابقه تک تیم بین دمیج کنترل در مقابل کیدون و کاتانا برگزار میشه که توی این مسابقه تقریبا سری شاهد اجرای فینیشر اینسین الو میشیم. کاور کاتانا کاور رو به هم میزنه که داکوتا کای با بوت ترتیب کاتانا رو میده و یه دفعه سر و کله لایرا والکیریا پیدا میشه که حواس داکوتا کای رو پرت میکنه و این فرصت برای کیدن تولید میشه تا به کایری دیتی بزنه و بعد یک کیک به داکوتا کای افتر پارتی اجرا میشه. کاور تموم. برندگان مسابقه کیدون و کاتانا معرفی میشن. توی بک استیج یو اس کای عصبی رو داریم که میگه دمیج کنترل باید دستخوش تغییر بشه یا خودم چیزایی رو تغییر خواهم داد. مسابقه تک به تک بین شیمس در مقابل بران بریکر با حضور سمیزن در کنار گزارشگران شکل میگیره. تو این مسابقه شیمس یه مقداری بهتر از بران کار میکنه و میتونه آیریش کرس بک بریکر رو رولینگ سنتان بزنه و با یه کلوزلاین از رینگ خارجش کنه که خارج از رینگ بعد یه کلوزلاین دیگه بران رو به رینگ برمیگردونه، اما وقتی خودش میخواد برگرده به رینگ بران اجازه نمیده و با رانینگ نی شیمس رو میفرسته سمت میز گزارشگران و یه پرش خوشگل انجام میده. بران میاد تا با دابل نیگاد باستر کار شیمس رو تمام کنه اما شیمس کیک اوت میکنه و بران شروع به تحقیر کردنش میکنه که شیمس قاطی میکنه و بعد رد و بدل شدن ضربات مش میاد تا با یورونگی مخصوص کار بران رو تمام کنه، ولی بران کیک اوت میکنه که شیمس سری میره برای وایت نویز ولی بران اجازه نمیده و با سوتی فرانکشتاین میزنه. بریکر لوک ات دات او مای گودنس. بعد آماده اجرای حرکت بعدیش میشه که شیمس در جا بهش وایت نویز میزنه.
بعد یه کاور ناموفق بران میره برای اسپیر، اما شیمس اسپیر رو به رانینگ نی بدل میکنه. کاور بران کیک اوت میکنه. شیمس با مشت 10 بار به قفسه سینه بران تجاوز میکنه و میره برای برو کیک، اما یه دفعه قیصر اسوان میشه و پای شیمس رو به پای رینگ میکنه و مچ رو با دیسکوالیفیکیشن تموم میکنه. با این حال شیمس از پس قیصر برمیاد و شوتش میکنه تو جایگاه تایم کیپر که بوم، بران با اسپیر شیمس رو سورپرایز میکنه. عوامل میان و بران رو همراهی میکنن که سمی هم یه گوشه مؤدب فقط نگاه میکنه. به عبارتی دستشوی کرد و خودش از این سمت قیصر میفته به جون شیمس و پای شیمس رو توی پوزیشن مد نظرش ستاب میکنه و میره که بهش یه حالی بده، اما بوم، بران بریکر با اسپیر قیصر رو هم سورپرایز میکنه. سمی زین میاد وسط تا شاخبازی در بیاره، اما بران هولش میده و اتفاق دیگه این نمیفته. بابا چه پخت و پزی برای کمربند اینترکانتیننتال را انداختن. توی بکستیج دام رو نشون میدن که دنبال جلیقشه، که لیو مورگان از دام میخواد که بیاد و جلیقش رو بگیره، اما فقط به یه حالت میتونه جلیقش رو داشته باشه، اونم اینه که خودش از تن لیو درش بیاره. دام هم دست به زیب میشه که سر و کله دیمین پیدا میشه. واه واه چشممون روشن. دام به دستور دیمین جلیقش رو از تن لیو در میاره و میره توی مکانشون و دیمین لیو میگه لیو امکانش هست که این بدبخت رو به حال خودش بذاری؟ اون نمیخواد کاری رو با تو انجام بده. لیو میگه اما فکر کنم اون میخواد هر کاری رو با من انجام بده. ویدیویی از کراس و اسکارلت پخش میشه که کراس نیودی رو برای هفته بعد به یه مسابقه تک به تک چالش میکنه و دوست داره که کوفی این چالش رو بپذیره. تیک تاک پشپندش ویدیویی از نیوده پخش میکنن که کوفی این چالش رو میپذیره و تیک تاک گفتن کراس رو مسخره میکنه. تیک تاک مچ کارته هفته بعد به نمایش گذاشته میشه و مین ایونتش رو آغاز میشه. مسابقه تریپل ترد برای به دست آوردن صلاحیت حضور در مانی این د بنک لدر مچ بین مین ایونت جی اوسو در مقابل فین بلر در مقابل ری مستریو. یه چیز جالب همین الان به ذهنم رسید، بری وایت همیشه همراهمونه. چجوری؟ با فلش موبایلمون، فایر فلای بری وایت. توی این مسابقه همون ابتدا فین میزنه به چاک و اجازه میده که ری و جی درگیری رو آغاز کنن. ری موفق میشه با یه چرخش جی رو از خودش دور کنه که فین لاشخورگونه میاد تا به ری حمله کنه، اما ری با یه هارم درگ از رینگ شوتش میکنه بیرون و درگیری به خارج از رینگ کشیده میشه. میره تو تبلیغات و بعد تبلیغات میبینیم که فین بلر کنترل رینگ رو به دست گرفته. در نهایت میاد از روی تناوی رینگ حرکتی بزنه، اما ری یه حالی به بالزاش میده و هریکن رانا اجرا میکنه که جی اسپیرشو به ری رو میکنه. کاور ری کیک اوت میکنه. جی آماده میشه برای اسپلش ولی فین اجازه نمیده که ری به جفتشون دو بار 619 میزنه. بعد میره برای فراگ اسپلش که اعضای جاجمنت دی سر و کلهشون پیدا میشه و توی کار ری اختلال وجود میارن، اما ری تنها نیست و نیروی پشتیبانش بران استرومن به دو میاد و میفته دنبال جاجمنت دی. توی رینگ جی بعد اجرای سوپر کیک به فین میره برای اسپیر، اما فین اجازه نمیده و اسلینگ بلید اجرا میکنه. ری میپره روی فین، اما فین میگیردش و کوب ده گراس خودشو بهش فرو میکنه. کاور جی اوسو با اسپلش کاور رو به هم میزنه. کاور تموم. جی با پین کردن فین پیروز میدان معرفی میشه. خبرگزاری ها و خیلی ها بر این باورن که جی اوسو قرار امسال مستر مانینده بنک بشه. حتی تصویر جی رو برای پوستر رسمی مانینده بنک انتخاب کردن، که همین موضوع میتونه یه اسپویل نشندان جالب باشه و هم میتونه یه گمراه کننده جالب باشه. یعنی جی رو پروموز میکنن اما قرار نیست جی مستر مانینده بنک باشه. چراغا به سبک دفیند خاموش میشن و دری که از اون بری وایت به WWE برگشت به نمایش میذارن. به یک باره همه چی تاریک میشه و بعد نیکی کراس به سمت فانوس حرکت میکنه و به پشتش اشاره میکنه. دوربین میره پشت و میبینیم که کارملو هیز و یکی شبیه گونتر واضح حلون نیست جلوی اریک روون پهن شدن. دوربین میاد توی گوریلا پوزیشن که دکستر بالا سر یه تعداد جنازه نشسته.
دوربین جلوتر میره که جو گیسی رو داریم و واضح میبینیم که چد گیبل مرده و در آخر عمو هاودی لبخند زنان وارد میشه و فانوس بری وایت رو برمیدار و میگه ما اینجاییم. به این شکل باور نکردنی زیبا باید سیکس دیویو خودش رو انجام میده و کلی سوال رو وجود میاره. آیا باید سیکس قراره به همه حمله کنن یا تارگیت مشخص دارن؟ چیزی که واضحه پنج نفرن، نفر ششم کیه؟ آیا میخوان جای خالی رو به یاد بریویل خالی نگه دارن؟ چه بلایی سر اعضای قدیمی میاد؟ اریک روون رو دیدیم که در نقش رامبلینگ رابیت حاضر شد. آیا برای بران استرومن و الکسا ولیس هم پلنی دارن؟ قطعا شو رای پیش رو پر بیننده ترین شو کمپانی خواهد بود. مرسی که این بررسی رو دیدید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymit.com/thegame@drupal6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زشتیاتون باشید.